بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه درس گذشته دوباره آموزش رو آغاز میکنیم. یک بار چپ کلیک کرده برنامه ورد باز میکنیم، از قسمت صفحه جدید میگیریم. درس گذشته ما تا قسمت دیزر نخوانده بوده و درس امروزی ما از قسمت لیاوت شروع میشه. در این قسمت ما نشته میکنیم مثلی رن و بعد از قاف باز قاف بس انتر میکنیم. در این قسمت بخش اول ما چی داریم؟ مارجن داریم. کیره ما کجا خوانده بودیم؟ در قسمت پرنت و بعد از اینجا ما به نام مارجن داریم که از این قسمت هم ما میتونیم همی کار انجام بدیم. یعنی فاصله تکس ما از حاشیه صفحه چقدر باشه از اینجا ما تعیین کرده میتونیم. اگر ما فعلا کنترل پی بگیم فاصله به این شکل هست، یعنی یک سانتی هست. ما میگیم نه مثال میگیم به این شکل باشه، کلیک کنیم خدای کمه نزدیک تر کرد، یا میگیم به این شکل باشه، هر کدوم اینا آماده شدگی هستن. یا مثال میگیم به شکل وید باشه اینجا به این شکل و از اینجا به شکل نرمال میگیم. و اینجا کستوم مارجن داریم که تمام اینا خوانده بودیم که از قسمت دلخواه ماشر اطراف شد تعیین کرده میتونیم. بخش بعدی ما صفحه داریم، یعنی نوعیت صفحه رو انتخاب کرده میتونیم، پورتریت باشه یا لندسکیپ باشه. ما اینا در کجا خوانده بودیم؟ میرم در قسمت پدر خوانده بودیم و از قسمت سایزش هم میتونیم A4 باشه A3 باشه. و در اینجا ما بخش بعدی ما چی داریم؟ کالم داریم، یعنی فعلا کدام تقسیمی نشده. ما اول از قسمت وی میمیز چی میبینیم؟ رولر یعنی خطکش بیم و بعد در قسمت لیاوت بیم از اینجا کدام تقسیمی نشده. یعنی ما میخواییم دو تقسیم شد و وقتی کلیک کنیم از قسمت سنتر چی میکنه؟ دو تقسیم میکنه. پس دوباره کنترل زد میگیم یک متن ما رکمی چی میکنیم؟ کپی میگیریم در قسمت پایین هم به این شکل پیست میکنیم. و در قسمت بالا اسکرول میکنیم، میگیم از این قسمت متن ما چی شد؟ از صفحه ما دو تقسیم شد، کلیک کن. از قسمت سنتر چی کرد؟ متن ما را دو تقسیم کرد. میبینیم یعنی این را زیادتر استفاده در اخبارها میباشن به این شکل. یعنی اگر بخواید سه تقسیم شود یا یه چیزی انتخاب کنید صفحه‌تون چی میکنه؟ به این شکل سه تقسیم میکنه. و یا در این قسمت بخش بعدی ما چی داریم؟ لفت داریم، یعنی طرف لفت موضوعات ما کم باشه طرف راست زیادتر باشه. این انتخاب کجا تقسیم میکنم و طرف راست ما موضوعات زیاد میباشن. یا از این رایت داریم، طرف راست زیاد باشه طرف چپ موضوعات میتونه باشه کم باشه. و دیگه مور کالم داریم، از اینجا شما میتونید تا 3 کالم تقسیم کنید، اما از اینجا شما دلخواه میتونید تا 8 کالم تقسیم کنید. اوکی که بایی شکل چی میکنه؟ 18 کالم در ما تقسیم میکنه که بعض لغت های انگلیسی را دیده باشیم به میشکل از این استفاده دارم. و دوباره در قسمت مور کالم کلیک میکنید و از اینجا ما میتونیم انتخاب کنیم طرف راست چپ باشه چقدر باشه، یا لاین در بینشان چی داشته باشه. لاین بتوین در هر بین کالم یک لاین خط داشته باشه، کلیک کنید بینشان متوجه باشه اینا له یک خط نداشته باشه به شکل. اگر پاس بخواید دوباره از بین ببرین اینا تیک مارش میگیرین، اوکی میگیرین، لاین چی میشه از بین میره. و دیگه در قسمت مور کالم که اومدیم از اینجا میتونیم هر کدومش فاصله چی کنیم؟ تعیین کنیم که چقدر بزرگتر باشه کوچکتر باشه از اینجا تعیین کنم میتونیم، یا مساوی بر چی باشه یا یعنی یک برابر باشه چی کنیم؟ اون یک برابر میکنم. این بخش کالم بود، اگر پس وان بکنیم تموم چی میشه؟ و یک کالم تصدیق میشه. بخش بعدی ما چی داریم؟ بریک داریم. بریک وظیفش قطع کردن بود، یعنی که در قسمت شما انزل تینیج هم خوانده بودیم پیج بریک هم. از اینجا هم شما بین در قسمت را سرسر تونه بانید، از اینجا بین بریک بگوین، از اما قسمت قطع میکنه در صفحه بعدی متن تونه میبرم. و دیگه در اینجا ما چی داریم؟ بخش کالم داریم. وظیفه کالم چی هست؟ مثال ای را پاک میکنیم، این را پاک میکنیم در قسمت من میگیم ایچ شوان دو کالم تقسیم شوان، این را از اینجا چی شد؟ دو تقسیم شد. این را یک موضوع شما درج کنید تو همه قسمت میره پس پایین میره. این را اگر در اینجا برین شما میرن کارسل مونا میرن، این زمان میره که شما این انتخاب کنید در قسمت لیاوت و چی بگیم؟ کالم. بعد کلیک اوتومان در این کالم دیگه میرن، یعنی این را یک دفعه کالم رو گفتین این را ضرور نیست دیگه ما چی کنیم؟ به شکل کالم کنیم. و دیگه ما در قسمت چی داریم؟ مثال ای را بخواییم سه کالم هم کنیم به این شکل من سه کالم هم میگیم، این آن فیلن ما در این هم نمیتونیم رفته. اگر بخواییم بودیم فقط من این مزیجا کنتینیو به این شکل استفاده در نمیتونیم. پس دوباره من میرم میگیم یک کالم شما من در قسمت بالا تمام انتخاب کردیم چی میگیم؟ دلیت.
میگیم ما سوی دریجه نوشته میکنیم چی باشه؟ خوزن نوشته میکنیم، قوس باز میکنیم، قوس بسته میکنیم، یک بار این تعمل میکنیم. میگیم این ندیم قسمت چی شوه میگیم؟ قطع شوه در پایین بیار، مثلا یک بار این تعمل میکنیم به این شکل چی میشه؟ پایین میشه. وقتی که در قسمت لیاو شما به این مویده بنامه چی داریم؟ تکس رایپینگ داریم، کلک کنیم اونو مو وزیفه چی میکنه انجام بده یا به این شکل هم میشه یا در این قسمت بین به اینجا اگه انتر کنیم چی میشه؟ یک لاین اضافه میشه از بالا این کار هم انجام بده، فقط یک بار من رب تکس یک بار نشد فقط دوباره همه کلک کنیم یک لاین به اینجا مصنع جا بده. دوباره من در قسمت بعدی ماشی داریم نکس پیج داریم که زیادتر کاربرد روزمره داریم، یعنی چی وظیفه چی هستی را شما میخواهید مثلا یک چپتر دارین به این شکل دیره چی میگیم؟ کنترول وی یعنی کنترول سی کپی میگیم در قسمت پایین می میره کنترول وی میگیم به این شکل، یعنی یک مونوگراف شما تایپ کنین میگین صفحه اولی شکل به تیسی باشه من دوبار کلیک میکنم وارد کنم سیکشن فعلا نمی باشه، اگر ما از اینجا به این طرف بالا میگیم به طرف سندرش چی باشه؟ یک دو سی این نمیگیم چی باشه؟ مثال می علی به تیسی باشه میگیم از الف شروع شو کی کنیم چی است الف است و قسمت پایین بی است میگیم تو کدام صفحه مثلا این تو این صفحه این صفحه چی شو میگیم یک دو سه شو اگر ما از قسمت بایم یک دو سه کنم سگ تمام چی میشم تغییر میکنم اینا در این چیز ضرورت از ما سیکشن ضرورت است که ما قسمت چی میکنیم اول ما میره پس میگیم چی باشه الف بی سه باشه میگیم از الف شروع شو اوکی اینا تمام چی شد الف بی سه شد کدام سیکشن هم نمی باشه در قسمت لیاوت که شما اومدین میگین این الف باشه این صفحه هم این ب باشه و این هم ت باشه بعد این صفحه چی شوه این قسمت رو چی میکنیم یکم چون بیشتر پایین است تیک مور مونده میگین بعد از این صفحه چی باشه ایسو یک دو سه باشه در قسمت اینجا چی داریم ما نکست پیج کلیک کن بعد از دوبار کلیک کنیم یه بنام چی سیکشن دو و سیکشن یک این ندیم قسمت انتخاب میکنیم در قسمت چی میریم فرمت چی باشه میگیم یک دو سه از چی شروع شد از یک هیچی شد در قسمت یک دو سه در نال قسمت بالا میده میگیم چی باشم الف بیت سه فیس آیا تغییر کرده؟ تغییر نده یعنی به این شکل استفادهش میباشم و دیگه در قسمت دیزاین ما چی داریم؟ خب لیاوت ببخشی در کنترول زد میگیم در اینجا دیگه ما در قسمت آمدیم صفحه کلیک و در ما صفحه همون جفت را چی میکنم و از این کلیک کنم صفحه این صفحه تا قبل این صفحه نه ببخشی صفحه جفت هم یاد این صفحه تا قبل ما ایجاد میکنم که شما این قسمت چی هم خوانیم که از اینجا ما می آمدیم پرین و بعد از او در قسمت کلیک میکنیم در اینجا خوانده اینجا نخوانیم اینجا ما وظیفه هسته مثلا چه قسم میاییم چی میکنیم کنترل ان میگیم و بعد از چند صفحه دیگه چی میکنیم؟ ایجاد میکنیم بیا به خاطر خوبتر مثال شما بدیم در قسمت بالا دوبار کلیک میکنیم میگیم چی شما پیج نمبر داده شما اینا تمام صفحه پیج نمبر داده دیگه و شما در قسمت چی پرند بره یا در اونجا بیاین در قسمت پیج ستاپ ما چی بگویم؟ different ad event page این که تک مور شبانیم صفحه تاق نمیداشته باشه پیش نمبر صفحه جفت چی؟ صفحه جفت نمی داشته باشه تا می داشته باشه می بینید یعنی یک داره سه داره و چهار نداره به این شکل اگر پس دوباره در قسمت پرند به این در اینجا کلیک کنین میگیم صفحه تمام داشته باشه تنها چی؟ دیفرنت فیلس پیج تنها صفحه اول نداشته باشه این را اوکی کن این حال بعد از این متوجه باید در قسمت اول صفحه اول نیست دیگه صفحه پیج نمبر می داشته باشه و دیگه در قسمت پیشلیات ما چی داریم؟ میاییم در قسمت بالا میگیم چی باشه؟ یعنی جا نشته میکنیم میگیم میگیم ما سوید نشته میکنیم چی؟ رند قوس باز قوس بسته این تر یعنی زیادتر شد ما یک کم چپک میکنیم مثال یک کم کمتر هم باشه میشه مثال به می شکل ما داریم در قسمت کارسر خرام میکنیم ما اینجا چی داریم؟ کالا کانتینیو داره کلیک کو یعنی در قسمت پایین اومد رئیس یعنی این خو چی میکنه این سفر سفر به ما سیکشن جور میکنه بخش بخش تقسیم میکنه مثال ما میگیم دادی کلیک میکنیم باز میگیم چی نشتا میکنیم رن نشتا میکنیم میام یک پاراگراف کلیک کو به این شکل داش کریم اینا لیجا انتخاب میکنیم میگیم این چه شکل باشه این به مو شکل باشه و این چی باشه دی دو کالم باشه رئیس اینا ما هم در قسمت بعدی اینا چی میگیم از اینجا کانتینیو در اینجا ما هم نشتا میکنیم میگیم ما سوی در اینجا چی نشتا میکنیم رن قوس باز میکنیم خب
در این قسمت من نشته میکنید لن و بعد قوس باز میکنید یک پاراگراف باز به این شکل بسته میکنید. این به این شکل شد. این حالا باز دوباره از این قسمت من چی میگیم؟ کانتینیو. یعنی یک بخش دیگه چیکار سیکشن ایجاد کرد. یعنی این سیکشن اول شد، این سیکشن دو و این سیکشن سه. در این قسمت چی میگیم؟ این صفحه ما سه تقسیم شده میگیم. کلیک کن. یعنی در اینجا من میگم مساوی در اینجا رن نوشته میکنیم قوس باز یک پاراگراف قوس بسته به این شکل. میایم از قسمت کالم در کالم دو میریم میگیم مساوی در اینجا چی نشته میکنیم رن قوس باز قوس بسته به این شکل انتقال میکنیم. اگر بخوایم در سیم و از اینجا کانتینیو میگیم مساوی در اینجا چی نشته میکنیم رن قوس باز میگیم قوس بسته به این شکل انتقال میکنیم. یعنی باز دوباره چی میکنین؟ دمیجا مونده داخل باز میگین کانتینیوز. یعنی یک سیکشن دیگه هم چی کنید؟ یاد کلک کنید در اینجا ما یک سیکشن دیگه هم اموی چی باشه میگیم؟ ران میگیم قوس باز قوس باز سهید دست. خب این با مو شکل اولا که باید ما رو چی میکنم؟ خیلی هم سی خطا باشه میگیم بعد از اینی چی کنید اما؟ یک کلم ایجاد کنید کلک کنید اما یک کلم که ایجاد کردی چی باشه؟ وان کلم صحیح؟ و بعد از این شش نمی کنیم ران قوس باز قوس باز انتر. این حال بعد از این متوجه باش بعد اخبار ها را که ما میبینیم به می شکل است. یعنی این یک کلم است، یک قسمت دو کلم، یک قسمت سه کلم به می شکل ما میتونیم از این چی کنیم؟ استفاده کنیم. یعنی بخش کانتینیوز یعنی این مکمل امو صفحه ما را میدن که هم یک صفحه ما میتونیم چندی سیکشن ترکیم بندی کنیم و ایونت پیج و اد پیج هم برای مثال داریم. یا از این قسمت هم بایی ما کلک کنیم اما صفحه امو بخش چی هست دیگر جفت هم میاره یه هم صفحه داغ دمو ایجاد میکنم. یعنی این صفحه چند از پنج هست. اگر ما بایم دیگر کلک کنم صفحه چند میشه؟ هفت میشه. یعنی چی هست دیگر؟ داغ هست دیگر. اگر باز کلک کنم دمو صفحه نو شده میره. اگر بایم در قسمت ایونت پیج بگیم دمو صفحه امو جفت هست ده. اگر باز دوباره بایم کلک کنیم دمو صفحه جفت چی میکنه؟ نیجفت کنن میره به این شکل. و دیگه ما لاین نمبر دادیم. لاین نمبر هم اگر یادت باشه ما خوانده بودیم در قسمت پیج نمبر چی؟ فرند که میرفتیم یعنی جا به نام لاین نمبر داشتیم تمام چیز خواندیم. بازم یک مثال اونجا تیرش کنم میریم. من در این یک چیز نوشته میکنیم. خب لهیدر رفتیم میره پاک میکنیم. در این یک چیز نوشته میکنیم به این شکل. وقتی که نوشته کنین اگر بخواین این پیج نمبر داشته باشه در قسمت لیاوت میرین اینجا چی میگین؟ کانتینیوز به می شکل. این اول میره انتر کرده برون به می شکل چی میره؟ پیج نمبر داره میره اما به شکل ادامه دار می باشه. اگر از این قسمت بایم میگیم استادیک پیج وقتی این را انتخاب کنیم چی میشه؟ صفحه که جدید شد پیج نمبر ما از یک شروع می دیم به این شکل. و اگر ما کلیک کنیم هم چی میکنه؟ ادامه دار پیج میره به شکل سیکشن پیج میره. و از این قسمت وظیفی از این چی هست؟ یعنی از این قسمت ما بیاییم اینی جمعه هم یک چیز نوشته میکنیم. اگر من این را انتر کنم چی میشه؟ یعنی دیگهش میره دیگه پیج نمبر. یک چیز نوشته میکنیم و از این قسمت چی میگین؟ آمده در قسمت لاین نمبر این را انتخاب میکنیم. وقتی که این را انتخاب کنیم این حال بیا انتر کن و پیج نمبر میتن. یعنی به این شکل پیج نمبر نمیتن. اگر پس دوباره بخواین این حال پیج نمبر بتن دوباره من این را تک موشه میگیرین. وقتی این را من انتر کنم به من پیج نمبر داره میره به این شکل. و دیگر در این قسمت کلیک کنیم اونم بخش تکراری دیگه. از این قسمت هم شما تک مارش رو بگیرین تمام اینا رو خوانده بودین اوکی کنیم. پس چی میشه لاین نمبر ما از پنج میره. این قسمت رو پاک میکنیم. بخش بعدی ما چی داریم؟ های فینیشن داریم. یعنی وظیفه های فینیشن چیز اولی ما اینو فعلا چی هستی؟ نن از غیر فعال ما اینو به شکل اوتومات میگیریم. نوشته میکنیم در اینجا چی؟ رن قوس باز قوس بسته انتر میکنیم. این اینا رو میبینی؟ های فینیشن به معنی هستن. یعنی چی معنی میده؟ یعنی جا میای ما کارسر خواهی میبان نشته میکنم به نام چی نشته میکنم؟ افغانستان. وقتی که افغانستان نشته کردم آیا آی فینیشن داد میزد اوتومات. یعنی ای افش هست. یعنی ای بده قسمت چی میگن؟ ادامش می باشه. اینو میره به نام آی فینیشن میگه. ای بشر چی بود؟ اوتومات. اگر نن بگیریم پس چی میشه؟ تمومش از بین میره. و از قسمت اگر بشر چی بگیریم؟ منوال. منوال یعنی دلخواه. یعنی این قسمت چی میخوره؟ آی فینیشن. آیا از این قسمت آی فینیشن میخوره یا از یک قسمت دیگه؟ یا از کدوم یا از دیگه قسمت چی میکنن؟ اینا میخوره و غیر فعال کردن میتونیم به شکل. اگر پاس اینا نان بگیم اما آی فینیشن چی میشه؟ غیر فعال میشه. و از این قسمت یک پاراگراف انتخاب میکنیم میگیم از قسمت شروعش یعنی کمی سمتر خدا کنن از قسمت لفت کلیک که به این شکل کم خوش سمتر میاره مطمئن مورا. یا میتونی مثال به این شکل یک بعض مطمئن به این شکل هم میباشه. یا به این شکل میارن
و بعد از قسمت خون میره میره چی میکنیم؟ یعنی جستفای میکنیم منظم. این قسمت اگر عکسش میاره به این شکل هم میتونیم از این استفاده کنیم. یا پس دوباره برابرش میکنیم اینا. میگیم این طرفش برابر شد از قسمت ختمش چقدر مثال داره. به این شکل میتونیم از قسمت ختمش هم تعیین کنیم. و از قسمت بالا چقدر فاصله داشته باشه. مثلا اینجا میاییم این انتخاب میکنیم. اینی بالانکی باید چقدر فاصله داشته باشه پاراگراف ما. اگر از اینجا بیم انتخاب کنیم فاصله به این شکل تعیین کنم میتونیم. پس بیم به این شکل تمام کنم میتونیم. از قسمت پایین چقدر فاصله داشته باشه که از اینجا ما میتونیم بینم تعیینش کنیم. و بخش بعدی ما پوزیشن داشتیم. پوزیشن خو میفهمید که از قسمت بیم یک عکس انتخاب کن. وقتی که عکس انتخاب کنیم مثال میگیم اینی عکس است. عکس که انتخاب کرد از اینجا بیم یک کمی کوچک به شکل در قسمت لیاوت که بریم اینا چی میشه فعال میشه در کدام قسمت باشه یعنی ما میتونیم چهار اطرافی را تعیین کنیم و این هم تکرولیز دیگه اگر یه انتخاب باشه انتقال داره نمیتونستیم اگر یک دیگه انتخاب باشه انتقال داره میتونیم در هر قسمت که به شکل همون کلیات گفته میرم یه هم اون بخش های استایل هست که هر قسمت مثلا ما رو در این سنتر میبانیم یعنی به شکل باشه یعنی با شکل تایت باشه یا با شکل تاب بتن باشه یا در پوی سر با عقبش باشه یا پیشوی باشه از اینجا تعیین کنم میتونسته و وظیفه اینا چی بود؟ مثلا ما این را دلیت میگم میایم از قسمت شیپ مثال میایم یک شیپ از اینجا رفع میکنیم مثال میگم این به این شکل باشه این شیپ ما و دیگه شیپ میایم میگم این رنگش هم چی باشه به این شکل خب رنگ رو هم چی گرفتیم خیلی مشکله این به این شکل باشه و دیگه ما هم یک رنگ دیگر هم انتخاب میکنیم چون سه رنگ باشه مثال خب طرف رو بیده بتانیم میام به این شکل اینی که همه میرم چی بکنیم به این شکل رسم میکنیم در قسمت لیاوت ما هم وقتی که در اینجا بایم کلیک کنیم سه گزینه می داشته باشه هر کدام اینا اگر این انتخاب باشه در قسمت سینگ فارورد که بایم در اینجا چی هستن سینگ بکورد وقتی رو من کلیک کنم چون فعلا در پیش بیاد یعنی چی کرد در پوی سر بود رو را اگر پس دوباره در قسمت کلیک کنم سینگ تو بعد بگم میرم چی بکنم یکی دیگه هم در پوی سر خب فعلا مور رو در پوی سر بردن جیرا انتخاب میکنیم بگیم چی کن سینگ تو بعد کلیک کنید در آخر آخر در پوی سر میبادن و یا دوباره در قسمت کلیک کنیم این چی کن یه در پوی سر تکس رو بعد این حال فعلا در پوی سر تکس نمی باشه اگر من را کلیک کنم اون در بقب در بگرام تکس می بود و اگر بخواییم پاس بیاریم از قسمت چی میگیم کلیک کن همو چی میکنه کم اون از خواهی را انتخاب میکنیم خواهی یکش انتخاب بره از این قسمت هم میتونیم یعنی به پیشویی بریم کلیک کن خود پیشویی میاره یا از این قسمت هم ما برینگ فارورد بگیم این پیشویی تر میاره این در بای نشان میاره و این قسمت هم در پوی سره تکس باشه پیشویی میاره به این شکل وظیفه شد که از این قسمت هم شما میکاره را انجام دارم میتونیم مثلا یک شیب به این شکل باشه و یک شیب هم به این شکل سکه نی در بای نشان به این شکل ما میتونیم از اینجا بکنیم که در بای نشان باشه خیلی تو نمیتونم از اینجا من میگیم پیشویی بریم به این شکل میتونیم یعنی عقب ببریم پیشویی بریم تا این کنم میتونیم و بخش بعدی ما سلیکشن پن داشتیم عکس باشه شیف باشه از قسمت ما پنهان کنم میتونیم تمومش پنهان شد یا تمومش نشان داده شد و بخش علاقین هم زمانی کار میداد که شما این هم می آمدید کوچک میگنید در قسمت نامنظم این هم از قسمت انتخاب میکنید این هم نامنظم و این قسمت این هم انتخاب کرده این هم به این شکل کوچک یه قسمت این هم خواه او در قبل بوده این هم خیلی کنترول سی میگیم کنترول می به این شکل باشه این هم میگیم به این شکل باشه و این هم به این شکل هر سه انتخاب میکنیم به چه شکل باشه اگر بیم میگیم طرف لفت برابر میکنه پس دوباره کنترل سایت میگیم طرف سنتر طرف سنتر به مشکل یعنی طرف راست کنیم تمامش تکراری است که خواندیم به مشکل یعنی از قسمت هم ما بگویم یعنی به شکل اورزونتال برابر کنیم یعنی به شکل اورزونتال برابر میکنه خدا یا به شکل ورتیکال بگویم به شکل ورتیکال که تمامش خوانده بده گروپ زمان فعال میشه که چند نیشی یا دیشی ما انتخاب میکنیم و گروپ میگفتیم هم زمان میتونستیم انتخاب بکنیم و روت هم ما چی میکرد وظیفه چرخانده هم بود که میچرخان بشه و درس این روزی ما تا این قسمت بسه.